چند سالی بود که آرزوی سفر به کربلا را داشتم. بالاخره خدا قسمت کرد و تونستم به زیارت مرقد مولان برم. آخرین بار در کوفه دیدم. به یاد داری؟ با هم به مسجد سهله رفتیم و نماز خواندیم. آری، یادش بخیر. بعد از آن دیگر توفیق زیارت عتبات نداشتم. اونقدر مشتاق بودم که خودم رو بارها در رویا در حال زیارت مرقد مولان می دیدم. تو کاروان سالار مردم فارس بودی و همه ساله مردم آن دیار را به کربلا می بردی. چه شد که این چند سال توفیق از کف داری؟ کهولت سن و بیماری به همراه مشکلات دیگر زمین گیرم کرد. درد کهنه‌ای در کمر پیدا کردم که طبیبان مرا از نشستن بر روی مرکب باز می داشتن. برای همین نتوانستم به زیارت عتبات بروم. از همان دیار خود رو به کربلا می نمودی و فارغ از پیرامون سلام می دادی و زیارتنامه می خواندی. چنین می کردم، اما تا به کربلا نروم و بار دیگر عطر تربت و حسین را استشمام نکنم دلم آرام نمی گیرد. درسته که حضور در کربلا شایسته ترین نوع زیارت مولای ما، اما این حضور برای همه کس و اهالی تمامی بلاد که ممکن نیست. برای همینه که میشه رو به کربلا نمود و سلام داد و عرض ارادت کرد و بر دشمنان آن حضرت لعنت فرستاد. یا در برپایی مجالس نوح سرایی و عزاداری اون حضرت همت گماشت. این اعمال گاه به اندازه حضور در کربلا اهمیت دارن. این اعمال میتواند توجه عموم رو به سمت مظلومیت آل رسول الله جلب کنه. برگزاری این مجالس را سال هاست که بر خود فرض کردم. برای همین خانه و کاشانه خودم و در ایام محرم وقف مجالس عزای حسین کردم. اما زیارت از نزدیک و حضور بر آن مزار چیز دیگری است. بارها از خودت شنیدم که جعفر ابن محمد فرموده کسی که مزار ابی عبدالله را از نزدیک زیارت کنه این کسی که انگار خدا را در فوق عرش زیارت کرده. درسته. انشالله خدا به تو توفیق بده که بتونی همیشه ظاهر باشی. خدا حفظت کنه جابر. خیلی از دیدارت خوشحال شدم. چیزی تناول کن. فقط سخن گفتی. بیابونی که ما دیدیم فکر نکنم جز ما راه سن دیگه ای باشه. نکنه انتظار داری اونا خودشونو به تو معرفی کنن ها؟ بارو گرفتیم ما که میدونیم دنبال نخود سیا داریم میگردیم، واسه چی خودمونو خسته و کوفته کنیم؟ از کجا معلوم؟ شاید از همین نخود سیا به کاروانی بر بخوریم که خورجیناشون پر از زر سرخ باشه. ببینم نکنه از کار کردن با من خسته شدید. شراکت با من بهتره یا سر کردن تو آخر زبیر؟ ها؟ پس بگو چه خوب ما رو با خود به این ورون ور میکشی. به جای این حرف زدن برو یه کوفتی زهر ما رو بیار چه بخوریم. برو بجام دیگه. تا بوده و هست چنین بوده. امویان بدتر از عباسیان، عباسیان بدتر از همه. گاهی با شمشیر سر می برن، گاهی با پنبه. علوی روی خوش ندیده و نخواهد هم دید. حال این قصه تا کی ادامه پیدا کند خدا می داند.
میخوای برایت مطلبی از مولایم جعفر ابن محمد نقل کنم تا کمی آگاه‌تر شوی؟ چرا که نه؟ من تشنه شنیدن مطلبی از امام خیشم. آخرین بار که در محضر ایشان بودم حدیثی فرمودند که هنوز از درکش در لذتم. ایشان فرمودند آن زمان که قائم قیام کند بر اساس عدالت حکومت خواهد کرد، بساط ستم برچیده خواهد شد و جاده ها در پرتو حکومتش امن و امان خواهند بود و هر حقی به صاحبش واگذار خواهد شد. قائم؟ قائم کیست؟ تا کنون اسمش را نشنیدم. مگر تو حدیث جابر ابن عبدالله انصاری آن صحابی بزرگ رسول الله را نشنیده ای؟ نه، نشنیدم. برایت میگویم، گوش کن و هرگز از یاد ببر. سرپا گوشم جابر، سرپا گوشم. جابر ابن عبدالله انصاری از رسول خدا میپرسند ما خداوند و رسولش را شناختیم، اما این اولوالامر که خداوند فرموده کیانند؟ رسول الله میفرمایند اینان جانشینان من و بعد از من ائمه و پیشوایان مسلمانان خواهند بود. اولین آنان علی ابن ابی طالب است، بعد از او پسرانش حسن و حسین، بعد از آنها علی ابن الحسین و بعد از او محمد ابن علی که در تورات به باقر مشهور است. آری آری، شنیده بودم، شنیده بودم که جابر انصاری در کهولت سن با امام باقر دیدار کرد و این نویدی بود که پیامبر سالها قبل به جابر داده بود. و بعد از امام باقر بیشک مولای ما جعفر ابن محمد است. آری، و پیامبر فرمود بعد از جعفر ابن محمد موسی ابن جعفر امامت خواهد کرد، بعد از او علی ابن موسی، پس از او محمد ابن علی و علی ابن محمد و حسن ابن علی، و در آخر کسی که هم نام و هم کنیه من است، او حجت پروردگار برای عالمیان است، کسی که از نظر پیروانش برای مدتی غایب خواهد شد. چطور می شود که امام مسلمین از نظر پیروانش غایب باشد و همچنان امام باشد؟ این سوالی بود که جابر از رسول خدا پرسیدند. رسول الله فرمودند قسم به خدایی که مرا مبعوث به رسالت فرموده، شیعیان از نور وجود او منور خواهند شد و از ولایتش بهره مند، همچنان که آدمیان از خورشید بهره می گیرند حتی اگر پشت ابر پنهان باشد. عجب حدیثی است، واقعا آدمی را به فکر فرو می برد. اینها همه از اسرار الهی و خزائن علم پروردگار است که رسول الله در اختیار جابر عبدالله انصاری گذاشت تا مسیر برای مسلمین روشن و آنان به آینده امیدوار باشند. ممنون جابر، ممنون. هرگز این حدیث را از خاطر نخواهم برد. سرورم، کاروان آماده ای حرکته، اجازه میفرمایید؟ بسیار خوب، ما هم آماده ایم. حرکت میکنیم. حال کربلا راه بسیاری در پیش خواهید داشت. حرکت میکنیم. کلک نزن کرد، سه دو. چی رو کلک نزن؟ دو دو، همیشه کارات همینه، کلک میزنی. بیشین سر جا، دو دو هم نیستیم تازه. برو بابا، اصلا دیگه بازی نمی کنم. بگو باختم، بگو بلد نیستم. بگو بازی نمیتونم. برو بابا. بسه دیگه خفه شید. خفه خون بگیرید. تو دقیقه نمیتونی با هم کنار بیای؟ هر وقت داره میوازه کلک میزنه. کی کلک زد؟ تو هم بهش کلک بزن. برو بابا کلک میزنه. کجا کلک زد؟ بازی بلد نیستی تو. گفتم خفه شید. چه صدای خوشی میاد. میشنوید؟ چه گوش نواز عام. فکر کنم از شرق میام. بذارش بیان که خوب دارم بیان. چرا نشستید؟ بجابید. کنم از این برمیم. صدا از این طرفه. نه، از این طرفه. ابراهیم بیاید. ای
عجب لقمه چرب و نرمیه. فکر میکنی سه نفری حریفشون چیه؟ چرا که نه؟ دست نگه دارید، باید زبیر رو خبر کنی. زبیر؟ زبیر برای چی؟ همون که گفتم، اون الان منتظر یه خبر خوش از طرف ماست. بگیر ببینم، حواست کجاست؟ بگیر. میخوای چیکار کنی؟ برید یه گوشه مخفی شید تا من برگردم. دورا دورا مراقب من باشید. بگیر دیگه. چی تو سرشه؟ نه ترس، اون باهوشتر از این حرف هاست. دم به تله نمیده. بیا بریم پشت مراقبش باشیم. بیا بریم. بیا. چی میخوای؟ میخواستی کی باشم جوون؟ یه چوپون بدبختی که گوسفنداشو گم کرده و از صبح علا طلوع پیشون داره سگدو میزنه. این اطراف هیچ گوسفندی نیست، رای خودتو بکشو برو. من فرق بین گوسفند با کاروان و اسب و شتر میدونم جوون. میخواستم ببینم از کدوم مسیر اومدین، شاید گوسفندای منم دیده باشی. نه ندیدیم. سوال دیگه ای نیست؟ خستگی و تشنگی عمونم و بریده جوون. با کس سخن میگویی فیروز؟ این غریبه کیست؟ چه میخواهد؟ چوپانی سرورم. سلام هر با. سلام جانم. دنبال گوسفندهای گم شدن میگردم هر با. زبونم از تشنگی مثل چوب شده، نگاه. اگه یه خورده آب بهم بدی دعاتون میکنم. فیروز به این مرد مسلمان قدری آب بده. گفتی چوپانی؟ بله. حواست کجاست جانم؟ پرسیدم چوپانی؟ بله هروا، چند تاشونو گم کردم. از صبح همه تپه ها، ماهوره ها، دشت ها همه رو گشتم، ولی انگار آب شدن رفتن تو زمین هروا. حالا همه شون هیچ. این گوسفند لنه سکینه گم شده. اگه بدونید یه زبونی داره. آه به این بزرگی، موهای سر من دونه دونه میکنه. آقا شما اونا رو ندیدی؟ نه، امیدوارم پیدایشان کنی. چه شده یحیی؟ چوپانیست که گوسفندانش رو گم کرده. دستت درد نکنه جوون، این اطراف ردی از حرکت گوسفندان نیست. گمان نمیکنم به تازگی رمه ای از اینجا گذشته باشه. منظورت این است که راه گم کرده؟ نه، فکر میکنم جای دیگری دنبال گوسفندانش باید بگرده. شنیدی چوپان؟ بله اربا، حتما راه رو اشتباه اومدم. تقصیر این کوره سوزانه که مغز منو به جوش آورده اربا. بله، خدا رو شکر با آدمای محترمی مثل شما برخوردم. گمونم از هند میاد آقا. بله؟ نه غریبه، از فارس میاییم و به سوی کربلا میرویم. خنک شده.
دستت درد نکنه جوون. نوش جانت. اگه اجازه بدید برم پی بدبختی. به سلامت. برم این گوسفند نرسکینه رو پیدا کنم. چه بدبختی، چه گرفتاری. کجا بگردم من؟ برمی. چطور پیدا کنم گوسفندت نرسکینه؟ حرکت کنید. ایداد و بیداد. ای وای. بازم از خستگی. ای. میخوای نیشم بزنی ها؟ نکشیش. نه زنده به گورش میکنم. یا میگم امرم دیر کرد، نکنه بلای سرش اومده. اون جونوری که من میشناسم به این راحتی گیر نمیافته. اومدش. چه خبر ام؟ حیث بجو مثل تیر خودتو برسون به زبر. بگو یه کاروان چاق چله با مال اموال بسیار و چند تا نگهبان کجاگونه. دیگه بهتر از این نمیشه. اگه نگهبانش کمن بهتر نیست بدون شراکت زبر ترتیبشون رو بدیم؟ عجب کله پوکی هستی. الان بهترین موقع است که شک زبر رو از بین ببریم. ندیدی چطور پسر چموش خنجرش زیر گلوم گذاشته بود؟ یه بجوم دیگه یالا. عجله کن. بالا. زود برگردی. جمع کن اینا رو بابا، چقدر میشمونی؟ وای وای، هی میگیره حیوان میکنه، هی میگیره حیوان میکنه. نکنه دمدل کردی زابه؟ حالا کرده باشم. تو طبیبی که میخوای نسخه بپیچی؟ نه نه، میگم ولی بهتر نیست جوشون دهی بخوری. لازم نکرده. زابه سلام زبر. چه خبره؟ حرکت کن، حرکت کن که یک کاروان چاق و چله تو راه. از کجا میان؟ مثل این کفارس میان. تحتوشون رو در آوردین چی دارن و کجا میرن؟ آره عازم کربلان ان میگفت اموال با ارزشی دارن. نگهباناشون چی؟ زیادن؟ اونقدی نیستن که حریف ما بشن. خیلی خوب، یالا به جنبی همه تون آزرشی به جنب. Thank you.
اونا راه زنن. پاش با پاش هم حلقه بزنید و مراقب باشید. شده. هی میگیره هی فر میکنه. چشمای کور شدتون رو باز کنید و خوب ببینید. تعداد اون زیاده و حریفی. پس حماقت نکنید و اسلحه‌تون رو زمین بذارید. وگرنه مجبور میشید خونتون رو فدای مالتون بکنید. ای حرامی ناپاک، تو نبودی که الان سی رابط کردم؟ ای سگهار، قلاده پاره کردی. مثل که از جونت سیر شدی ها؟ سگهار. ما با سکهاتون سیراب میشیم، نه با آب. مگه ما مرده باشیم که شما به قصد شومتون برسید؟ امونشون ندید. دست گرده فیروز، از ما چه میخوایید؟ ما که تاجر نیستیم مال و تجاره داشته باشیم. ما سفریم، سوی کربلا میرویم. ما یحتاج سفر داریم. چیزی آیدتان نمیشود، خود را خسته میکنید. اینجا من تشخیص میدم چی به دردمون میخوره، نه تو. غلط کنید، غارت کنید، وقتشو کنید. از جون ما میخوای؟ از خدا بیخبر. مثل اینکه تو هم یه چیزیت میشه ها؟ ما چیزی نداریم که بخوایم با بعدش بجنگیم. اگه چیز با ارزش داشتین جرأت جنگیدن هم داشتین. خب چرا که نه؟ حالشو ببینم. حالشو ببینم. شب شیش رو 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 شب شیش اشی کلا بیار گیس کلا بیار الا ببن ببن سری 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 یالا ها بجردید وسایلش رو بجردید ایش کرد بجردید همه جا رو خوب بجردید بجردید چیزی از قلم نیفته یالا قربان پارچه‌های خوبی باید باشه این پارچه ها مال کیه؟ گفتم این پارچه ها مال کیه؟ مال منه. پارچه تجارت میکنی و دنبال ثواب زیارت میگردی ها؟ اون زیارت به کمرت بزنه مردک. اینا مال کیه؟ مال منه، آوردم برای بافتن گلیم. آخه کدوم ظاهری تو سفر گلیم میبافه که دنبال خودت پشم را انداختی ها؟
سکه ها رو کن پشت میخوام چی کار چیه؟ جم جمونم شیر بازه خوبه عمرو زیاد میکنه چیه؟ نمیدونم چیه این خرط و پرت مال کیه؟ اونا مال منه لوازم طبابت به درد شما نمیخوره لوازم طبابت مسخره است پاشو ببینم چیه من سکهاتون کجاست؟ کدوم سکه ها؟ سکه های طلا من که گفتم چیزی آیدتون نمیشه ما زوار کربلاییم بگردیدشون لباسای همه شون رو بگردین سکه ها رو پیدا کنین زود باش بگردید سکه هات کو سکه هات کو کجاست؟ گدایی اومدی بگه؟ ببینم ببینم خوب بگردیدشون زیر شال تک تکشون رو بگردین اونو بگرد اون جلو ها اون یکی جلال فقط همین همین هاست اینو که خیلی کمه هم بیشتر بگردین چی شده زبیر؟ دلم دوباره گرفت چی شده زبیر؟ دلم دلته؟ به خاطر شیر بزه با معدت سازگاری نداره نکنه زهر حلال بود که خوردم نه این درد به خاطر شیر بازیه که الان نوشیدی درمانش پیش منه یاوه میگی شیر بازو همه میخورن هیچ کس همه چیش نمیشه اما نه برای اونایی که دیشب کباب ناپخته خورده باشن کباب ناپخته؟ تو از کجا فهمیدی؟ از بوی بد دهنت وقتی نزدیکم بودی مگه تو طبیبی؟ آره او طبیبی است جابر ابن حیان همون که مردم شهر انتظارشو میکشن؟ میتونم با خوروندن دارویی از درد خلاصت کنم بعد چرا معطلی؟ یه کاری بکن طبیب شرط داره شرط؟ میتونی جانتو با خودت ببری؟ همه یه کاروان و اموالمون یکی از جان دادنم بدتره امر فقط میتونی خودت بری پس در بند میمانیم جمع کنیم همه یه اموالش رو جمع کنیم به ابرو اسپا و شتر رو ببریم مخفیگاه تا سه روزم بهشون نه آب بدین نه غذا بجام حرکت بدین یالو هجومی حرکت بشو بدی یالا
مداوایش کن تا نجات یابیم. صبور باش یحیی. یه کاری بکن طبیب، مردم از درد. شرطم رو بپذیر تا از درد رهایت کنم. چی شد زبیر؟ چی شد؟ به حرفش گوش نده، حتما کلکی تو کارشه. چه کلکی بتر از این درد؟ اصراری به مداوایت ندارم. شرطتو میپذیرم، قبول. پس بگو دستامو باز کنن. دستاشو باز کن. معطل چی هستی؟ دستاشو باز کن. نه صبر، حتما نقشه ای تو کارشونه. اینقدر با من یکی به دو نکن. کاری که بهت میگم و بکن. برو دستاشو باز کنم. آه مردم از درد. نجام دیگه چه کار میکنی؟ نمیبینی درد میکشه؟ بیا اینو بخور تا زود آسوده شی. این چه کوفتیه میخوای بخوردش بدی؟ همون چیزیه که دردشو تسکین میده. بیشتر از این بگم دونستنش برای تو مقدور نیست. گوش کن جادوگر، اگه از درد خلاص نشه خودم سرتو گوش تا گوش میبرم. آسوده باش مرد تندخو، عصبانیت با مزاجت سازگار نیست. صبیر، صبیر، کی شد صبیر؟ این چه شده؟ گفتم قدری درنگ کن، دارو باید اثر بکنه. حالت بهتر شد؟ جون خودت و کاروانت رو نجات دادی. برو. همشون برن؟ آره. دستاشون رو باز کنی. نه زبر، این جادوگر بره. ولی بقیه، اونا که کاری نکردن. از میان کارهای ناشایست فقط شکستن عهد رو انجام ندادم. بذار همینطوری بمونم. پس چرا معطلی؟ پاشو برو تا پشیمون نشدم. برو. چه کاریه زبیر؟ شب و روز چشم این طرف اون طرف بدوزیم تا یه جنبنده از راه برسه، با هزار ترس و بدبختی به چنگش بیاریم، بعد راحت ولش کنیم بره. پاشو برو ردشو کن بره. نه زبیر، این رسم کار نیست. تو اگه میخوایی راه رسم آتم تایی رو پیش بگیری بفرما، مختاری. اما این بدبخت های فلک زده ای که دور و بر من و تو جمع شدن و جونشون رو به خطر میندازن، هزار امید آرزو دارن، زن و بچه دارن، هزار بدبختی دارن. نه، اگر میخوایی تو رو عمل کنی، راه من و تو از هم جداست، خلاص. آروم باشم. طوری حرف میزنی انگار نمیدونی من کیم. طوری حرف میزنی انگار نمیدونی تمام قبایل اطراف بصره از شنیدن اسم زبیر تنشون به لرزه در میاد. تو تمام این سالها کاروانی زخم نخورده از تیغ و طمع ما بوده؟ نه،
سالهاست توی نخلستون و بیابون سر هر کوره راه و آب راه و کوی و برزن کمی میکنیم، ولی چی آیدمون شده؟ جز زخمایی بر تن، جز چند سکه که کفاف عیش و نوش شبمون هم نمیده، چیزی تونستیم واسه خودمون جمع کنیم؟ ها؟ منظورت چیه؟ خیلی شلوغ میکنی امر، خیلی. ولی بیراه هم نمیگی، باید یه فکر اساسی بکنی. باشه، یه فکری میکنم که هرگز یادت نره. سرورم. سلام سرورم. سلام شوقی، چه شده؟ جابر ابن حیان. جابر ابن حیان سرورم. وارد بصره شده؟ به گمانم وارد شهر شده باشد. اسبم را حاضر کن شوقی. آماده کردم سرورم. خانه را برای استقبال از میهمانی گرانمایه آماده کنی. جابر ابن حیان. گفته بودم شوقی قبل از ورودش به شهر آگاهم کنی. هم اکنون تعداد زیادی از مردم شهر به سمت دروازه شهر می روند.